بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بازم خوش آمدید به یکی از درس های برنامه اکسل. در برنامه اکسل قرار است که با شما کار کنیم بخش فل، جستفاید، دیستریبیوتد و جستفاید دیستریبیوتد در هورزنتال و ورتیکال. چون قبلا با شما بخش المنت کار کردیم و به گزینه های نوترش میرسیم که نسبتا به کسایی که کار میکنن بعض وقت گیج میشن و بعض وقت سوال برانگیز میشن. به مو دلیل این ویدیو رو جور میکنیم. بخیر، در قدم نخست فل کار میکنیم. چگونه میتونیم عدد 7 پر کنیم در چندین سلول؟ شما خوب به دقت ببینید، عدد 7 در کالم H نشته کردیم. از G سلکتش میگیم تا قسمت L و کنترل 1 فشار میتم و میریم سوی بخش هورزنتال و فل سلکت میکنم و اوکی رو درج میکنم. حال متوجه میشین از جایی که نشته شده از خانه H الا جایی که من سلکت کردم L، چه میشه F یا 7 تکرار میشه. در قسمت جستفای شما ببینیم. جستفای، اول قبل از جستفای میخوام کی را سنتر اکراس سلکشن انجام کنم. یک مطلب دیگه نشته کردم در خانه و درست خوانده نمیشه و کاملش فقط در فرمولا بار هست. قرار باشه که مکمل دیگه بخوانم و در چندی سلول میتونم سلکتش کنم. کنترل یک فشار بتم و در بخش هورایزنتال سلکت میکنم سنتر اکراس سلکشن اونجایی که من انتخاب کردم در وجود مرکزیتش بیار. اما به خاطر اینکه جستفای خوب به دقت ببینین، من چندین خانه رو با هم سلکت میکنم و با هم مرجش میکنم. به شکلی چندین خانه با هم یکی یا مرجش میکنم. به شکلی خب، این حالا من میرم در کنترل یک. شما ببینین که دیگه متن خوانده نمیشه و رپ تکست نیاز است. کنترل یک فشار بدین و بیاین در بخش هورایزنتال و جستفای سلکت کنین و حال متوجه میشه که رپ تکست اجرا میشه. یعنی مثل است که رپ تکست کلیک ماوس کرده باشم. و در قسمت فارسی همچنین این کار را کردن، میتونین کنترل یک فشار بتین و باز هم برین جستفای و اوکی را درج کنین که در خانه دیده شد. معلوماتی که اینجا نشته کردم همچنین در قسمت دیستریبیوتد هم کپی میکنم و هم در اینجا با پیستش میکنم، هم فارسی و انگلیسی و هم در جستفای دیستریبیوتد که خوب به دقت این یکی را یاد بگیرم. در قسمت دیستریبیوتد عمدتاً چی میشه که خط آخر هم تا آخر منظم میشه. شما در جستفای ببینین که دو خط اول مرتب است اما خط آخر مرتب نیست. کنترل یک اف شام میتم، میرم در قسمت هورایزنتال و استفاده میکنم دیستریبیوتد و داخل قوس اندنت هم نشته است. اوکی کنین و ببینین که چی کار شد. خط آخرم تا آخر رسید. و در قسمت فارسی همچنان شما میتونید دیجی بیاین و دیستریبیوتد انتخاب کنین و اوکی را درج کنین و ببینین کلمات دراز و کشانده میشن. یکی از خوبی دیستریبیوتد دیگه این است که ما اندنت هم دادن میتونیم. به خاطر اندنت، یعنی هدف از اندنت چی است؟ مسافه از هر دو جناح هستن. یعنی ما مسافه دادن میتونیم. اما در جستفای دیستریبیوتد ما این کار کرده نمیتونیم. من میرم دیگه جست دیستریبیوتد دوان سلکت میکنم، سپس جستفای دیستریبیوتد فال میکنم. اوکی، شما میبینین که در جستفای دیستریبیوتد مثل است که دفال خودش کار کرده باشه. و یک از تفاوت میان این هر دو رو خوب به دقت ببینید، خصوصا فارسی رو ببینید. کنترل یک فشار میدم، اگه گزینه آف باشه و اوکی رو درج کنم کلمات دراز و کشانده میشه. و کنترل یک فشار بدم و جستفای دیستریبیوتد فعال کنم، کلمات چی میشه؟ پس خرد میشه قسمی که در اول بود. بریم سوی بخش ورتیکال. بریم در ورتیکال هم جستفای و دیستریبیوتد داریم و اینجا خیلی اعلی کار میکنه. خوب به دقت ببینید، می کالم رو نسبتا دراستر میسیدم، به شکلی کلانش کردم و در هر دو صورت من سلکت میکنم. یک شد جستفای میرم، کنترل یک و میرم سوی در ورتیکل و جستفای انتخاب میکنم. اوکی و ببینین بین خط بشیل عمودی تقسیم شدن و بین که بخش دستریبیوتد هم فعال کنیم و اوکی درج کنیم و دستریبیوتد هم این کار کرد. خب، پس تفاوت این هر دو چی شد؟ چی تفاوت با هم دارن؟ حال بهتون میگم. چندین خانه هایی که دیگه وجود داره، بین که من اینجا سایز باشم بتم به شکلی که خوب به دقت یاد بیرین و دیگه نشته میکنم فرسال یک 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 و دیگه من نشته میکنم فرسال باز هم یک 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 و اولیش هم من فقط جستفای میگرم، کنترل یک فشان میتم و در بخش ورتیکل میگرم جستفای سلکت میکنم. اوکی درج و متوجه میشین که در تاپ آلاین میشه، در قسمت بالا میره. اما اگه ما بخوایم که سنتر بیارم، بای دفال سنتر اگه بیارم، پس دیستریبیوتد که سلکت کنین، اوکی درج کنین، متن در مرکزیت میاد. پس در ورتیکال اما قطع فوت میکنه. اگه تا چندین خط دارین اگه فامیده نمیشه، اما اگه یک کلمه شما دارین پس متوجه میشین که جستفای نظر به مخانه مسافه را تنظیم میکنه و در اصلش که اگر شما جستفای بیدین فقط در بالا قرار میگیره. خب، یک کار آخر که نمیخوام دیگه تکرار کنم آموزش هست. اگه بخوام ده خط کامل خوانده شود، کنترل یک و یک آپشنی که نداشتیم قبلا شرینک تو فیت هست. خب، بخواد از که شرینک تو فیت من انجام بدم از جستفای باید بکشم یا بیان که یک خانه دیگر نشته کنم که بهتر شد. مورد هم سلکت میکنم، کنترل سی
ده خانه کلیک میکنم یا چندی خانه سلیک کنم، با هم مرجش کنم، سپس پیست استفاده کنم. اوکی سیز دبل کلیک ماوس با پیستش کنم چون من متن میخوام و حالا میخوام متن کاملا دیگه بیا و مکمل بخونم. کنترل یک و شرینک تو فیت مسئله کردم، میتونم اوکی کامل ده خانه خوانده شد. ای بود فرق بین جستفای و دیستریبیوتد ده هورایزنتال و ورتیکال. امیدوارم فهمیده باشید.